یک مقام هندی درخواست تعطیلی مدارس سنی ها در هند را به نخست وزیری داد سرپرست هیئت مدیره اوقاف شیعیان در هندوستان با ارسال نامه‌ای به نارندرا نخست وزیر این کشور خواستار تعطیلی برخی مدارس اسلامی اهل تسنن در این کشور به سبب ترویج افرادگرایی و تروریسم شد وسیم رضوی سرپرست هیئت اوقاف شیعیان همچنین نامه مشابه به یوگا آدیتینات وزیر ارشد اوتار پرادش فرستاد رضوی در نامه خود به مقامات ارشد کشوری در هندوستان نوشت مدارس اهل تسنن دانش آموزان را نه تنها به سمت آموزش های درست و ساختاری هدایت نمی کنند بلکه نسل جوان را به سمت تروریسم و افرادگرایی سوق می دهند این مقام ارشد اهل تشیع در هند این مدارس را بلایی برای دانش آموزان مسلمان هندی توصیف کرد و گفت در نتیجه تحصیلات در این مدارس دانش آموزان نه تنها به درستی آموزش نمی‌بینند بلکه به تدریج به سمت افرادگرایی سوق داده می‌شوند و به راحتی در دام تروریست ها می افتند. رضوی در نامه خود ادامه داد برخی از این مدارس به ویژه مدارس غیر رسمی با بودجه های تروریستی راه اندازی شدند و به همین دلیل هم تبلیغات زیادی انجام نمی دهند، و بی سر و صدا فعالیت می کنند. به گفته وی حتی برخی از این مدارس در غرب بنگال به دانش آموزان دختر آموزش های ساخت بمب و اسلحه می دهند. رزوی در نامه خود اعلام کرده که همکنون 16 هزار مدرسه اهل تسنن در اوتار پرادش به ثبت رسیدهاند که بیشتر آنها تقلبی هستند و استانداردهای قانونی را رعایت نمی کنند و علاوه بر این 2500 مدرسه غیررسمی نیز در این ایالت به فعالیت مشغول هستند.